با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ در پنجمین هفته از قیام سراسری مردم هستیم و همونطوری که میدانید از طرف سلبریتی ها، افراد، شخصیت ها، احزاب و گروه های متفاوتی پشتیبانی خودشون رو از این قیام سراسری اعلام کردند. اما در کردستان میتونم بگم کمتر قشر و جامعه ای هست که از همان روز اول پشتیبانی خودش رو صراحتا و اصلا حضور خودش رو در میدان مبارزه اعلام نکرده باشه. در این برنامه سعی خواهیم کرد بیشتر به موضع جامعه اهل سنت ایران بپردازیم. به همین دلیل از دوست بسیار گرامی جناب آقای فردین باسامی، سخنگوی جبهه اهل سنت ایران، دعوت کردیم و قبول زحمت فرمودن در این برنامه در خدمتشون هستیم که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای باسامی گرامی، سلام و احترام فراوان، خوش آمدگویی عرض میکنم خدمت شما به برنامه دیالوگ. فکر کنم بار اولی هست که من در این برنامه در خدمت شما هستم. خدمت از بنده کاک آزاد مصطفی عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و بینندگان فهیم برنامه‌تون و شبکه پرکانال عرض سلام و ادب دارم در خدمتم. ممنون، زنده باشید. آقای باسمی، همونطوری که می‌بینید در خبرها اومده بود که گروهی از ماموستایان مذهبی کردستان، ماموستا در زبان کردی که گفته میشه معمولا به معلم و استاد هست و خب در کردستان ایران بیشتر به روحانیون هست، به روحانیون اهل سنت در کردستان ایران برنامه ای رو صادر کردن و در اون پشتیبانی خودشون رو از خیزش عمومی مردم اعلام کردند. اگر در این مورد بیشتر برای بینندگان توضیح بفرمایید ممنون میشم. بله، خدمت شما و بینندگان عرض کنم که آنچه که امروز میگذره و در ایران خیزشی برای بازپس گرفتن کرامت انسان هستش و یقینا هر فردی، هر جریانی هم که یک کمی نگاه کند به برحال به تاریخ چند دهه اخیر رژیم میبیند که مردم ایران تماما حق دارن که در این راستا صداشون بلند بشه و ازشون هم حمایت بشه و فرصت‌های متنوع مدنی رو در انتخابات گوناگون، آنچه که اسمش انتخابات گذاشته رژیم، فرصت‌هایی رو داده بودن که رژیم بتونه خودش رو رفرم‌هایی رو ایجاد کنه در خودش، ولی خب فتنت و سرشت این رژیم به گونه‌ای هستش که نمیتونه به افراد رفرمی رو ایجاد کنه. به همین خاطر ملت ایران جدای از ملیتشون، اتنیکشون، قومیتشون، هر کدوم از این مصطلحات رو ما به کار بگیریم در نهایت یک معنی رو میده، جدای از اعتقاداتشون چه دینی چه غیر دینی، منش سیاسیشون، همگی در یک راستا دارن حرکت میکنن و در این میان هم، در میان ملت ایران هم، خب ماموستایان یا خود علمای اهل سنت که در کردستان به اونها ماموستا گفته میشه و هرچند شما هم توضیح دادید که کلمه ماموستا، مصطلح ماموستا به قشرها و صنفهای دیگری هم اطلاق میشه، این گروه از علمای اهل سنت با صراحت تمام اومدن و بیانیه رو به هر حال در راستای حمایت کامل از خیزش ملت ایران برای آزادی خودش و رهایی از استبداد بیانیه‌ای رو ارائه دادن و در بیانیه‌شون هم حقیقتاً ادله‌شون و استدلالاتشون به کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستش. و این گروه هم در کردستان، خب شاید یکی سوال کنه مثلا چرا در یک حکومت اسلامی چطور میشه مثلا روحانیون دینی بر علیه حکومت بیان بیانیه بدن و از ملتی که میاد مثلا حجاب رو برمیداره و با حجاب شاید اینطور جا افتاده باشه برای بعضی ها،
چطور میشه حمایت کرد؟ نه، اولا این حجاب یک حجاب ایدئولوژیک هستش و حجاب دینی نیست. حجاب دینی بر زن مسلمان آزاده واجبه، اونه با امید خودش، کسی نمیتونه زور اجباری رو در این مسئله بر این زن مسلمان، اونم آزاده باشه، کنیز نباشه، اهل کتاب نباشه، اعتقادات دیگری نداشته باشه یا تحمیل کنه. و این یک نوع اجماعی هستش، حتی خود شیعان هم در این مورد در کتبشون اگر نگاه کنی به این اعتقاد دارن. اما آنچه که خب به امروز بهش دست برده شده و زنان ایران در هر کجایی از این جغرافیا که زندگی کنند، این حجاب اجباری ایدئولوژی رو که میتونه بگی مثلا خود مذهب تشیع هم نیست، خانشی از مذهب تشیع، کسی که با خانش آقای خمینی و خلف او آقای خامنه ای موافق نباشه در بعد سیاسیش، میبینیم که به هر حال اونم ترد شده در این میان. به همین خاطر ما مثلا این مسئله رو، عمق مسئله رو دیدن، ملت ایران برای آزادی خودش، برای باز پس گرفتن کرامت خودش داره قیام میکنه و در راستای احقاق حقوقش هم این یک وظیفه دینی و ملی و انسانی هستش که از ملت خودش در آقای باسامین، این علمای اهل سنت که این بیان‌نامه رو امضا کردن چند نفر بودند؟ حقیقتا حالا بنده قبل از اینکه بیام خدمت شما در برنامه‌تون، به نظرم به 300 نفر ختم شدم، ولی حالا نزدیک 400 و اندی هم هستن. حالا که داشتم به هر حال خودم رو آماده می‌کردم برای برنامه جناب علی، یکی از ماموساهای داخل در از کردستان از سنندج به بنده پیام داد که اسم یک ماموساهای دیگه رو که در پاوه هستش، حقیقتا یکی از شهرهای کردستان، اسم ایشون هم به هر حال اضافه بشه. روز به روز با وجود تمام تهدیدهایی که رژیم، تهدیدهای کلاسیکی که من به این تهدیدها میپردازم آقای باسمی، برای من خیلی جالب هست که من هم در تماسهایی که داشتم به من گفتن که بیشتر از 400 نفر از علمای سرشناس اهل سنت این بیاننامه رو علیه رژیم ایران امضا کردن. این واقعا برای من جالب بود که یک صدا این علما بر علیه رژیم ولایت فقیه میان بیاننامه صادر میکنن. من اگر اجازه بفرمایید، مطلبی هست که خیلی برام جالبه و میدونم شما اطلاع دارید 100%، اما بینندگان گرامی، یک فایل صوتی در سوشیال میدیا پخش شده که خیلی جالب بود، یعنی من خودم به شخصه با دقت این فایل رو گوش کردم. صدای آقای ماماستا ابراهیم کریمی هست از روحانیون کرد در سنندج که ایشون رو وزارت اطلاعات و یا بقیه نهادهای امنیتی رژیم چندین بار مورد تهدید قرار دادن به خاطر امضای ایشان در پای این بیان‌نامه. تهدیدش کردن به قتل، ولی خب ایشون از منبر مسجد صراحتا اعلام میکنه من برای دفاع از حقوق مردم کرد حاضرم که جونم از دست بدم، برای دفاع از دینم حاضرم که جونم از دست بدم و اصلا نمی ترسم از این تهدیدهای شما. و مردم چه پشتیبانی می کنند از ماموستا ابراهیم کریمی؟ من این رو می خواستم از شما بپرسم آقای باسامی گرامی، در این مورد اگر بیشتر توضیح بدید، چرا جمهوری اسلامی که اسلام رو هم به یدک می کشه اما چنین برخورد تهدید آمیزی با علمای مذهبی داره، به ویژه علمای اهل سنت؟ بله، همانطور که عرض کردم جناب آقای مصطفی عزیز، این یک رژیم ایدئولوژیک هستش و این خانش ایدئولوژیکی که داره خودش رو ادعای حق مطلق میکنه، فهم و استنباط خودش رو به عنوان کلیات و اسلام ناب میبینه، خب دیگران رو طرد میکنه و این طرد حد اکثری و میتونم بگم به عنوان یک استراتژی از روزهای اول که نظام آقای خمینی در تهران این استراتژی تغییر ناپذیر رو داشته هست و ذوب تدریجی اهل سنت بوده در بعد اعتقادیشون و این اولین باری نیست و آخرین باری هم نخواهد بود.
که علمای اهل سنت و خصوصا در کردستان، در بلوچستان و ترکمن صحرا و در جاهای دیگر حقیقتا میتونیم بگیم که هزینه های بسیار بسیار زیادی رو داشتن. ما اگر لیست علمای ترور شده، زندانی شده، تبعید شده، اعدام شده یه اهل سنت رو نگاه کنیم، میتونیم بگیم در میان اقشار مختلف جامعه ایران یکی از، میتونیم بگیم اگر لیست اولا نباشه حتما لیست دوم خواهد بود. چرا؟ چون این نظام این رو فهمیده، به هر حال وقتی از اسلام صحبت میکنه و طرف میاد در طرفی که به هر حال اسلام رو میدونه، دروس اسلامی رو خونده، میاد میگه نه تو در این مورد اشتباه میکنی و میخواد خلع مشروعیت کنه در بعد اعتقادی ازش، خب رژیمی سیستمی که در بعد اعتقادی اون رو خلع مشروعیت کنی چیزی براش باقی نمیمونه و برهنه میشه در این بعد. و به همین خاطر و اینم یعنی شکست و ورشکستگی در بعد سیاسی رو به ارمغان میاره. به همین خاطر این نظام اومده با تمام قوا از روز اول این استراتژی غیر انسانی، غیر دینی رو به هر حال گذاشته در راستای ذوب تدریجی اهل سنت. و ما مسلمان کردستان و علمای دیگر اهل سنت جدایی ما میبینیم به کل ملت ایران ستمها رو در ابعاد مختلف چشیده، لمس کرده، ولی ملت عزیز ایران این رو بدونه نسبت به شهروندان دیگرش در کردستان، در بلوچستان که مطالبات و حقوقشون داره ترور میشه در بعد اخلاقی و فکری و سیاسی، مثلا انگ تجزیه طلبی میزنن به ملت کرد، به ملت بلوچ، یا در بعد عقیدتی بهشون مثلا وهابی و نمیدونم ترور و افرادگرا و از این مصطلحات، در حال که بخوای کسی رو سرکوب کنی آماده هستش در حال برای اینکه تو در بعد روحی روانی ملت رو آماده کنی و بعد هر کاری که خواستی با طرف انجام بدی. اینا در کردستان، در بلوچستان، در جاهای دیگر ما ستمهامون مضاعف بوده. مثلا اگر نگاه کنی ستم اقتصادی در مناطق مثلا تهران جاهای دیگه وجود داره، این ستم اقتصادی همان ستم اقتصادی در کردستان و بلوچستان نیست. به همین خاطر شما میبینید پیامد و ثمره اقتصاد رژیم نسبت به ملت کرد و بلوچ شد کولبری و سوختبری مثلا. و این در راستای همون سیاست بوده، همون استراتژی بوده، ذوب تدریجی اهل سنت و ذوب تدریجی در بعد ملیتی و قومیتی هم به جای احقاق حقوقشون. به همین خاطر این ماموستها که حقیقتا بدبختی ها چشیدن، این ماموستها از ملت هند، این ماموستها به هر حال مثل روحان افراد حکومتی نیستن. بله، مرجع تقلید نیستن که مثلا بیان یک قشن خاص امتیازات خاصی داشته باشن. نه، در میان اهل سنت روحانیون و ملت اصلا ما کلمه البته روحانی رو نداریم، اینا با هم با همن، یکی هن. دو روی یک سکن، ملت و روحانی همه یکی هست. به همین خاطر اینا خب باید و شایسته هستش و البته پیام دین هم اینه که اینها باید سردمدار حق طلبی و آزادی خواهی و عدالت خواهی و عدالت گستری باشن. و همانطور که عرض کردم در این راستا به هر حال ما لیست بسیار طولانی داریم از ترور، از اعدام، از شکنجه و محروم کردن و تبعید کردن. و حالا که این ما مستقیم اومدن با جرأت تمام در یک نظام توتالیته و نسبت به این قشر حساس اومدن این بیانیه رو، حقیقتا جرأت بسیار بالایی رو میخواد که تو در داخل، در داخل چنین نظامی که حتی به عناصر خودش هم رحم نمی کنه، توی رو که در به عنوان اصلا غیر خودی هستی که هیچ، تو به عنوان یک دشمن عقیدتی هم محسوب میشی، خب بیای چنین بیانیه و چنین صدایی رو بلند کنی و چنین از خیزش ملت دفاع کنی، این جرأت بسیار بالایی میخواد. و اومدن با شیوه های غیر اخلاقی خودشون اینا اومدن به هر حال این ماموستان رو مجبور کنن. و حتی نماینده خامنه ای که در جلسه ای داشت که فایل صوتیش هم به دست بنده رسید، یعنی داره در حال خیلی خیلی داغ داره از این مسئله و خیلی دلش پره، چون میدونه تأثیر این بیانیه چقدر تأثیر داره در میان اقشار مختلف جامعه اهل سنت ایران، چه در کردستان باشه چه در جاهای دیگه. میان خب تهدید میکنن اینا، حتی تهدید فرد رو، مثلا اینکه بیان ترورش کنن، زندانیش کنن، شکنجش کنن، نه. حتی بنده مثلا نامه هایی به دستم رسیده از بعضی از این ماموستاها که خانوادش هم میخوان تهدید کنن. ولی جواب این ماموستاها همانطور که شما به فایل صوتی
این ماموستای عزیز شاهد فرمودید و یک نامه دیگه دیشب حقیقتا رسید. این ماموستان راسخن و قاطعانه اومدن و بر موضوع خودشون ثابت قدم و استوار ایستادن و اصلا حاضر به یک ذره عقب نشینی نیستن و این هم نشان از عزت این ماموستایان، آزادگی این ماموستایان داره که در مقابل برها رژیمی که توتالیته هستش و میخواد دوباره با همون روش های کلاسیک غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر دینی خودش صدای آزادی خواهی ملت رو خفه کنه، صدای حق خواهی، عدالت طلبی ملت رو خفه کنه، این بار این گروه از ماموستایان که روز به روز به اسمشون اضافه میشه به هر حال در کنار ملت خود و با ملت خود دارن در این راستا حرکت میکنن و این ماموستایان حالا این خیزش ملت ایران چه موقتا سرکوب بشه یا خود بتونه رژیم این رو خاموش کنه موقتا، ولی این ماموستایان به ملت آزادی خواه به هر حال پیروزن. خب چون اینا در جبهه انسانیت، در جبهه حق خواهی و عدالت خواهی و عدالت گستری هستند، خب رژیم هم در جبهه فرعونیسم هست. به این معنا که فرعون چی میگفت؟ مثلا میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای بلند مرتبه شما هستم. طرف اونجا نشسته خودش رو خدای ملت کرده، تمام خودش رو ولی و وسیع ملت کرده، نتیجه سیاستاشم این شده که ما میبینیم در دول داخلی و خارجی و بدبختی هایی که ملت ها لمس کرده. آقای باسای، من این ما مثلا اخدشینی نخواهند، نه تنها نخواهند کرد، جنبندی کنم خدمت شما، بلکه بر اسماشون زیاد میشه و روز به روز پیام ها در این مورد هم زیاد میشه و ما به این بسیار دلخوش هستیم و البته انتظار این هم میرود از کسی که تنها بخواهد رکوع و سجودش برای خدا باشه، دیگه لازم نیست از کسی بترسه. دقیقا من همین قسمت جمله آخر شما رو میخواستم بازه که یک نمونه بیان بکنم که من برنامه ماموستا امید سلیمانی رو دیدم از بانه که با وجود تهدیدهای بیشمار اعلام کرده بود که من امضامو پس نگرفتم و هستم. این برای من جالب بود. در تهدیدهایی که برای این دوستان وزارت اطلاعات اونها رو یا احضار کرده و یا تماس گرفته، به مذهبشون هم اهانت کرده. یعنی فقط تهدید نبوده، برای این خیلی جالبه. حکومتی که اسم خودش رو گذاشته حکومت اسلامی، حتی به مذهب اسلامی، حالا شیعه نیست سنی، اهانت‌های خیلی رکیکی که واقعا نمیشه اینها رو در برنامه بیان کرد، اما خب بدون شک مردم بهتر از ما ماهیت این رژیم رو شناختن. به همین دلیل هم است که 5 هفته است این قیام سراسری در ایران ادامه داره که البته از کردستان شروع شد، ما این رو هم بگیم، و اگر مواضع احزاب کرد نبود بدون شک این جرقه و اگر اعتصاب و مبارزات شهرهای کردستان نبود این گسترش به هیچ وجه دیده نمیشد که اینجا جایی داره از این پایبندی مردم کرد برای مبارزه واقعا تقدیر بکنیم با همین خسارت‌های مالی و جانی که دادن. نام بلوچستان رو فراموش نکنیم که در یک روز بیشتر از 95 نفر از مردم بیگناه کشته شدن که اجساد کودکان هم بینشون زیاد بود، مردمی که هیچ گناهی نداشتند و فکر کنم یکی از گناهان بزرگشون همین بود که بلوچ هستند، مخالف رژیم هستند و اهل سنتند. آقای باسامی گرامی، چه گروه های دیگری، احزاب دیگری، سازمان های دیگری، چون به این خاطر من به این اسم میام، بعضی از این دوستان میگن ما حزب نیستیم، ما فقط یک جریان فکری هستیم، شما آماری دارید که به غیر از این بیاننامه آیا جای دیگه ای هم به عنوان دفاع از مردم از منبر دین و اهل سنت و
برنامه صادر شده؟ بله، البته همانطور که شما فرمودید، خوشبختانه رشد سیاسی به این درجه رسیدیم ماها به عنوان ملت در جغرافیای ایران و قومیت ها ملیت های دیگه در مصالح اولیای خودمون رو درک کردیم و در راستای رسیدن این به این مصالح این رو دوباره به حال فهمیدیم همه ماها که باید با هم حرکت کنیم. به همین خاطر شما که فرمودید از کردستان شروع شد، بله از کردستان شروع شد و کردستان احزاب کردی با وجود اختلاف در عقیده و منش سیاسیشون در این راستا متفق القول بودند. چه احزاب کردستانی خارج از کردستان ایران که در کردستان عراق مستقر هستند و اونجا هم رژیم به هر حال به جای لبیک گفتن در این روزهای پایانی خودش که بتونه یک روز به هر حال انسانی رو در تاریخ برای خود ثبت کنه، به جای لبیک گفتن به حقوق کرد که در این چندین دهه به هر حال در ابعاد مختلف حقوق رو پایمال کرده، اومد به هر حال مدارس بچه ها رو در جنوب کردستان یعنی کردستان عراق اونجا بمباران کرد. خب در داخل احزاب هستن، این احزاب رو حالا چه احزاب به این معنی نه این که ما بگیم شما حتما حزب هستید، گروه های فکری، گروه های سیاسی وجود دارن. مثلا مکتب قرآن کردستان هست، یک حرکت رسمی که حسن امینی بیانیه بسیار شجاعانه رو دادن و از خواسته های ملت و از مطالبات ملت حمایت کردن. شورای مکتب قرآن رو هم دیدم، بیان‌نامه شورای مکتب قرآن رو هم دیدم که اونها هم در این مورد به صراحت از قیام مردم پشتیبانی کرده بودند. بله میخواستم این رو عرض کنم و دوستان شورای مدیریت خودشون رو اسمشون اینطوره که ما هم به حال این اسم احترام میگذاریم به اسمی که برای خودشون گذاشتن. این دسته از دوستان و عزیزان در کردستان به عنوان شورای مدیریت که جناب به نظرم کاک سعدی قریشی هستش اونجا مدیر این شورای مدیریت اگر بنده اشتباه نکنم، مدیریت در حال منظورم اون شورا اونجا شورای کار میکنن، شورای مدیریت هم بیانیه‌ای دادن و با وجود اینکه تاکید کردن ما در مسائل سیاسی دخالت نداریم، ولی خب از هر گونه حقی در هر جایی که باشه ما دفاع میکنیم و از خواسته های ملت ایران و از قیامشون هم اونا هم در حال حمایت کردن. به همین خاطر ما میبینیم در کردستان تمام طیف‌های سیاسی فکری با ملتشون هم صدا و متفق القول در راستای خیزش برای بازپس گرفتن حقوق، خیزش برای ترد کامل استبداد در هر لباسی باشه. در بلوچستان جناب مولوی عبدالحمید جمله بسیار زیبایی رو گفتن، یعنی مختصر و کوتاه فرمودن در خطبه نماز جمعه که از این خطبه هاشون که مردم غلام نانواب نیستن، مردم طلب آزادی و عزت رو میکنن. بله جمله خیلی جالبی بود، خیلی ساده و مختصر. ایشون هم در حال که به شیخ الاسلام مشهور است، یکی از علما و شخصیت ها و رهبران جامعه سنتی ایران است، خب هم صدا با ملتشون بود. البته ایشون چون در زمان انتخاب روحانی بود، به نظرم نمیدونم دوره اولش بود یا دوره دوم که اهل سنت رو بسیار مجبور میکردن، یه جمله بسیار زیبایی رو گفتن اون وقت، گفت ایران با مذهبی اداره نمیشه، ایران باید به شیوهی باشه که حقوق همگان طیف‌های متنوعی هستن، به هر حال سیستم باشه که حقوق همه رو رعایت کنه. اون وقت اون جمله رو به هر حال ایشون هم فرمودن. آقای باستانی گره، ما 2 دقیقه وقت داریم، در 2 دقیقه بفرمایی که تأثیر سرکوب علمای اهل سنت مردمی در این قیام سراسری از طرف رژیم چه خواهد بود؟ بله به نظر بنده کار از کار گذاشته. هر گونه خب این نظام های توتالیته به حال که کنترل خودشون رو از دست میدن، نمیتونن به عقلانیت و به در حال مفاهیم انسانی رجوع کنند و یک به حال نگاهی به تاریخ خودشون بیاندازن و قدم های مهم انسانی رو اخلاقی رو در راستای تغییر مثبت بردارن، میان دست به سرکوب میزنن. ولی این رو خوب بدونن، این اولین باری نیست اگر بخوان سرکوب کنن که سرکوب کردن، ولی در نهایت شد این که ما به این درجه از این به حال رشد رسیدیم که بگیم
به جای اینکه شعارهای به افغان لابلایی رو داشته باشیم، ملت گفت مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. حالا هر گونه خشونت و سرکوبی رو که دست بهش بزنه که احتمالش هم وارده، این رو بدونه که بنزین رو بر آتش خشم مردم میریزه و این قشر به افغان حق خواه رو در میان ملت که از خواسته هاشون حمایت کامل کرده، این قشر رو عزیزتر میکنه. و این ما مستعان هم بدانند که خب راه حق خواهی و عزت و عدالت خواهی هزینه میخواد و این هزینه هم همان درجه از عزت و کرامت و آزادگی هستش که انسان میتونه بهش دست یابه. محض اطلاع بینندگان عزیز عرض بکنم، جبهه اهل سنت ایران دبیر کل خودش رو به دست نهادهای امنیتی که برای ترور این شخص عزیز به افغانستان رفته بودند، به این خاطر میگم شخص عزیز چون واقعا فردی بودند که در مواقعی که باید پشت مردم باشن اعلام موضع میکردن، از هیچ مسئله ترسی نداشتن و همین نترسی دبیر کل جبهه اهل سنت هم بود که باعث شد نهادهای امنیتی رژیم ایشون رو ترور کنند و شهید بشه. بدون شک در کردستان، در بلوچستان ما فاروق فسادها زیاد داریم و این مردم از ادامه مبارزه برای آزادی و دموکراسی هرگز و هرگز خسته نخواهند شد به هیچ وجه. آقای باسمی گرامی، من از حضور شما در برنامه، اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نه من با شما و بینندگان خداحافظی بکنم. بنده هم از جناب عالی نهایت تشکر رو دارم و خیلی ممنون از زیاد آور کردی که جناب دکتر مولوی صفی‌زاده در رمضان 98 با زبان روزه توسط رژیم ترور شد به جای اینکه لبیک بگه به خواسته های انسانی و مطالب به حق جامعه اهل سنت ایران در بعد دینی و ملیتی. و جبهه اهل سنت ایران هم به عنوان یک جریان سیاسی از جغرافیای ایران از مطالبات بر حق و به حق ملت استقبال و پشتیبانی میکنه. ما شما موفق و سربلند باشید جناب آقای مصطفی عزیز. ممنون، زنده باشید. بینندگان گرامی، شما و آقای بسامی گرامی وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواستیم در مورد وضعیت اهل سنت به ویژه مواضعی که روزهای اخیر در باب مسائل سیاسی داشتن و کمتر از تریبون‌های دیگه به این مسئله پرداختند، اینجا پرونده رو به شما ارائه داده باشیم. تا برنامه آینده شاد و پیروز باشید.